همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از اورشلیم. اردوان لطفاً برای ما از آخرین تحولات در منطقه بگو. خب اگر صدای منو داشته باشی، ما در واقع در جای نزدیکی بین اشکلون، تلاوی و اورشلیم هستیم، در یه منطقه که روزهای پیش از این سر صدای راکت باران شنیده می شده، اما امروز تا این لحظه هنوز خیلی آرومتر داره میره جلو. در حالی که آقای گالانت استراتژی جنگ رو امروز تعریف می کرد و برنامه‌ریزی ها رو نشون میده که ارتش اسرائیل هر روز داره نزدیکتر میشه به عملیاتی که روی زمین میخواد انجام بده، اما همزمان جو بایدن دوباره تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید از این مناقشه پاش بیرون نگه داره. یکی از مهمترین نگرانی‌هایی که در حال حاضر وجود داره اینه که این جنگ از یک درگیری مستقیم بین اسرائیل و حماس به منطقه خاورمیانه کشیده بشه. ریشی سوناک یکی از مأموریت‌هایی که در این سفر داشت، مذاکراتی که با طرف اسرائیلی کرد و الان با قطری و بعد هم در مصر خواهد بود، تمام تلاش‌ها رو دارن می‌کنن که این مناقشه گسترده نشه. یک کنفرانس فردا در مصر قرار برگزار بشه با حضور گروه‌های از اروپا شامل فرانسه، ایتالیا و چند کشور دیگه، و در این حال محمود عباس هم اعلام کرده که در این جلسه و در این کنفرانس شرکت خواهد کرد تا راهکارهای لازم برای حفظ صلح در منطقه پیدا بشه. اما درست در همین شرایطی که ما داریم راجع به موضوع صحبت می‌کنیم، شب گذشته دوباره حزب الله به خاک اسرائیل حمله کرده و همچنین اسرائیل هم به موازی در غزه حمله کرده. اسرائیل امروز تایید کرد کلیسایی که مورد اصابت قرار گرفته به خاطر این بوده که در واقع اونو تلاش میکردن مقری از فرماندهی حماس رو بزنن که ظاهرن به این کلیسا خورده. تا کنون آمارها افزایش پیدا کرده و گفته میشه حدود 17 نفر کشته شدن، اما جستجوها ادامه داره. ارتش در پشت مرزهای غزه آماده است، اما قرار هستش که کمک‌هایی هم به زودی از طریق گذرگاه رفح وارد بشه در غزه. همونجور که میدونید تناز، بزرگترین مشکل این هستش که اسرائیل نگرانی امنیتی داره. اون میگه که باید مطمئن بشه آنچه که وارد میشه به دست مردم میرسه و نه برای حماس.